سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در واپسین روزهای سال 1400 و یک هستیم داریم وارد یک سال جدید میشیم الان در حالی داریم وارد این سال میشیم که منطقه ما شاهد تظاهرات های عجیب و غریبیه رفتن در خونه یک مقام اول در یک کشور دور تا دورش رو محاصره کردن یه سریا ب قایق از اطراف از دریا رفتن یه سریا از جاهای دیگه رفتن صدها نفر خونه این فرد رو محاصره کردن در کجا در ایرانی که میگفتن مقاماتش دارم میرم وزولا نه ما اصلا ج... کسی تو دنیا ما رو جای را نمیده ما اینجا تا تش باید وایسیم با آمریکا و اینا دوچار کلکل شدیم چون جغرافیای جدیدی داره در منطقه به وجود میاد تا تش هم باید وایسیم مثلا دکمه توقف این بازی نداره در فلسطین اشغالی اینا رخ داده و اینو من خدمت شما از حالا میرین فیلم و عکس میبینین فیلم و عکس های عجیب و غریبی که به شدت حیرت آور فقط اینو خدمت شما عرض کنم انقدر ماجرا عجیبه انقدر حجم آن چیزی که رخ داده حیرت آوره که برخی رسانه ها اجازه من خبر ببینم بله برخی رسانه ها در فلسطین اشغالی ببخشید به سراحت اعلام کردن گفتن که دقیقا حرفی که دبیر کل مقامت لبنان مطرح کرده بود گفته بود که یه ایده ای تو ذهنش بود تحت عنوان که فلسطین اشغالی رژیم سهیونسی لانه ی انکبوته بسیار سسته و به زودی فرو خواهد ریخت برخی از رسانه هاشون در فلسطین اشغالی میگفتن ظاهرا باید بپذیریم که دبیر کل مقاومت لبنان راست میگفته و حرفای او درسته می‌خوام بریم فیلم و عکس ببینیم ببینیم دقیقا آنجا چه خبره فقط من دوست دارم بخشی از یک خبر رو برای شما بخونم صدها نفر از نظامیان بازنشسته نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی از طریق دریا با قایقها و حتی شنا کردن خود را به منزل نتانیاهو رسانده و به اعتراضات مستمر جامعه صهیونیستی علیه وی پیوستن آقا نکته رو فهمید چی شد میگه نیروهای ارتشش بلند شدن یه سریاشون شناکنان رفتن دور خونش مردم عادی نه ها نیروهای نظامیش یه فاجعه ای در فلسطین اشغالی دیده میشه که شوکه کننده است خیلی این ماجرا از جمله ماجرای عجیب و غریبیه که باید با تحمل زیادی بهش توجه کرد ببین توی عمده اعتراضاتی که شما در کشورهای مختلف می‌بینی کسی پرچم کشورش نمیاره کسی پرچم اون حکومتی که تشکیل داده رو نمیاره چرا این کار نمیکنه به خاطر اینکه عمدتا معترضین جنسشون از جنس معترضینی که خود جامعه اون کشور باشن نیست یا یه اعتراض معیشتیه یا یه اعتراض مثلا از جنس امنیتی یا یه چیزی شبیه اینه وقتی شما میبینی افرادی در یک منطقه با پرچم اونجا میان داخل اون تظاهرات یعنی شما بدانید که داستان رسما اونجا تموم شده چرا چون این خود خود جامعه است وقتی با پرچم فلسطین اشغالی بلند شد یعنی خود یهودیان این یعنی اصلا مثلا یه تعداد کمی از معترضین نیستن نه خود جامعه خود جامعهش دقیقاً دقیقا بلند شده اومده علیه حاکم کف خیابان ها این قضیه پرچم ها شما وقتی یک جایی دین بفهمی که اوضاع به شدت بحرانیه در فلسطین اشغالی می بریم فیلم در همین خصوص با هم ببینیم فقط من دوست دارم بخشی از خبر رو برای شما بخونم میگه اعتراض سکیونسو علی نتانیاهو با وجود شمار قابل ترجیح از افسران و نظامیان رژیم اشغالگر و تهدید آنها به استفاده وارد فاز جدید و خطرناکی شده است به طوری که برخی سردمداران برخی سردمداران رژیم درباره خطر فروپاشی داخلی هشدار دادن آقا شما مثلا تو تظاهرات های مختلف میبینی مردم یه چهار تا فوشی به یه حکومتی میدن میرن اگه پرچم و ورداشون اگه سیاست مداراش اومدن اگه حامی های حکومت بلند شدن اومدن اگر اونایی که برای حکومت خودشونو هزینه کردن اومدن اگر نظامیاش اومدن شما بدون اوضاع خیلی بحرانی مثل کجا مثل فلسطین اشغالی بریم فیلم و عکس ببینیم بعد میم ادامه این گزارش شما برای شما میخونم تصویری که دارید مشاهده میکنیم مربوط هست به لانه نتانیاهو تصویری که نشون میده عده‌ای در مقابل این لانه هستن رو به دست دارن و در اطرافش میشه البته جمعیت بسیار بیشتر بوده و اینها این محدود تصاویری است که از این قضیه منتشر شده تاثیر دیگری رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید من دوست دارم فیلمی هم ببینید فیلمی که تحت عنوان گروهی از فعالان معترض علیه اصلاحات قانونی و تفنگداران دریایی سابق ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شده این فیلم با این عنوان منتشر شده گفتن اینا کسانی هستن که قصد داشتن با قایق برن به بر سمت خونه نتانیاهو بریم ویدیو رو با هم ببینیم نکات رو خدمت شما کرد بله روی صحبت من دارید مشاهده میکنی آنگونه که رسانه ها میگویند با حمله گارد های امنیتی اینها مجبور شدن از اون ساحل و از نزدیکی خانه نتانیاهو فاصله بگیرن فیلم ها و تصاویر دیگری هست من میخوام برایشون پخش کنم. تو ایران یکی از اتفاقات که رقم زدن شعار بود گفتن آقا همه جا بری شعار شما توالت عمومی در تهران نبود جز این که اسم بچه شاه رو توش میدیدی همین الان هم ماشاءالله همه توالت عمومی رفتن اسم رضا پهلوی من نمیدونم شاه ایران قراره باشه یا شاه توالدا ایران قرار باشه یا مثلا بازم اونای دیگه یه خورده رو در دیواره یه چیزی می نویسه این فقط رفته توالت عمومی رو گیر آورده حالا شاید مثلا شجاعت زیاد نشه. ولی به اون چیزی که در فلسطین اشغالی اتفاق افتاده این شکلی نیست جدی جدی رفتن روی یک دیواری <تصفح> حالا این خبر من قبلا ببخشید دیده بودم الان حضور ندارم کجا ولی این دیوار مربوط به یکی از مناطق مهمشونه یک مرکز مهم دولتیه رفته یه نفر یه دیوار نو... یک شعاری نوشته یه فوشی نوشته به نتانیاهو حالا چی نوشته الان من حضور ندارم رفتن اینو گیرش آوردن دیدن یه پیرامد 60 ساله بوده آه یه جایی از مثلا یه بچه ای رو میره با صحبت میکنیم یا این اسپری بگیر از فلانجا برو یه چهاری بنویس بچه میره این کار کن وقتی پیرمرد 60 ساله ولن شده اومده دیگه شما ببینیم اونجا چه اوضاع بحرانیه که این با خودش گفته من باید یه حرکتی بزنم بریم بعدی رو هم دیگه ببینیم ببینم آماری در خصوص <coughs> ببخشید نوع بازداشتش اینو گفته یا نه نه توضیحی نداده صرفا گفته یه پیرامد 60 ساله بوده شعار نویسی کرد روی دیوار وزارت دادگستری در فلسطین اشغالی که اومدن بازداشتش کردن فیلمی از سزاهرات ببینیم برمیگرم نکات روسا این شنل قرمزا رژم اونجا رفتن حالا اینم رژمانند البته اگر اشتباه نکنم معروف به رژه ندیمه ها ای دوستان اطلاعات دقیق دارن به ما بگن ما اینجوری شنیدیم میگن رژه ندیمه ها ببینیم ویدیوشو برگردید نکات اینو خدمت شما عرضم که از بالا تصاویری که از رژه هاشون منتشر شده بسیار جمعیت زیادی رو میده یعنی رسما آمدن وسط خیابان کل خیابان رو غرق کردن ببینید ویدیو کجا رو نگاه جمعیته اون ور خیابون هم رفت فیلم گرفت پر جمعیت خیابونا رو بستن من دیدم یکی از مقاماتشون گفته بود که آقا حواستون باشه ایران داره به ما نگاه میکنه و ایران چشش به ما هست ما اصلا به شما نگاه آقا دروغه اصلا ما درباره شما صحبت نمیکنیم ما اصلا چشم به شما نیست و تا ما چشمون به شما نیست خودتون کارو با خیال راحت تمومش کنید بردید که ما دیگه چشمون رو نه اصلا با شما کاری نداریم دوستان میدونن از روزی که فلسطین اشغالی این اتفاق افتاده ما همیشه اصلا ناراحت بودیم میگیم مثلا اینا برن کی میخواد با ما کلکل کنه یکی باید باشه بالاخره با ما کلکل کل کنه ما حوصله سر میره تو این منطقه تنها باید بشینیم به در دیوار نگاه کنیم نه با خیال راحت اون کاری که فهم کنید درسته در فلسطین اشغالی انجام بدی مدیونید انجام ندی هر کاری علیه نتانیاهو لازم علیه سیستم لازم با قوت با همه توان برید خدای عزت موسی ان شاء نگهدار همه شما و قوت دهنده به همه شما تظاهر کنندگان عزیز باشد بریم بقیه شما هم بررسی کنیم میگه 280 نفر از مقامات ارشاد در فلسطین اشغالی اومدن اعتراض کردن گفتن تو مسیر رو داری میری که این مسیر میتونه حکومت رو به فنا بده بعد جالبه یکی از مقاماتشون گفته فکر نکنید جنگ داخلی دوره ها همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته و شما دارید فضا رو به این سمت میبرید فیلم های دیگری هست دوستان بخشی از این فیلم ها. از اینجا بعد دیگه دوستان زد و خورد پلیس یه مقدار فضا تنشامیز شده اینجا هم که دارید مشکل کنید یکی از وزرای کابینه شونه بلند شده رفته پلیس هم اومده و حالا تنش های بین پلیس و مردم ببینیم ویدیو رو بعد بر میگردیم نکاتی دیارم خدمت شما از خیلی خب بخش از این ویدیو روی صحبت من دی فیلم دیگری هست در همین خصوص دارید روی صحبت من مشاهده میکنید این اصلا دوستان هیچ شباهتی به کشور نداره باور کنید این، اینی که داریم با هم مرور میکنم این اصلا هیچ شباهتی به کشور نداره این زندگی سگیه چند ماه الان آقا یه هفته دو الان چند هفته است اصلا این شکلیه ماجرا مثلا تو ایران ناآرامی ها رنگام کردی یه تجمعاتی پیش اومد بعد یه فراخان سرسو زدن علی دایی و چهار پنج نفر دیگه اومدن رستورانشون پلم شد کلا داستان جمع شد کسی اصلا تظاهراتی انجام نداد همه چیز هم این هر هفته داره بیشتر میشه هر هفته داره بیشتر میشه بعد سر صدا هاشون هم بیشتره یعنی هر هفته یه چیزایی میارن جدیدتره ببینیم ادامهشو دوستان به پرچم پرشمال رژیم سحیونسی نگاه بکنید در دست اینها وقتی شما همچین پرچم رو دیگه نمیتونید این موضوع کجاست ایران تحریکش کرده این مزدور مثلا کسی از جایی اومده در گوشش خونده نه این خود جامعته خود جامعته که دیگه به این جمعندی رسیدی که آقا تایی داستان باید بیام یه کاری بکنم ببینیم ده ده بله این ویدیوها رو, رو روی صحبت هم که این فیلم این عکس به شدت مرتوجه قرار گرفته عکسی هست از خانوم هایی که سراشون رو به سمت پایین گرفتن پاهاشون رو به سمت آسمان گرفتن و دارن اعتراض میگه مدل اعتراض دارن اعتراض میکنن این توی شبکه اجتماعی به عنوان هواداران اسرائیلی رضا پهلوی داره دست به دست میشه خب یه عکسی از رضا پهلوی یه فیلم منتشر شده و خانومش با دخترش داشتن کمک میکردن شاهزاده پاشو بالا بگیره روی سکوی پرتاب قرار بگیره که بعد آماده شلیک بشه به سمت این دقیقا همونه تو چهارشنبه سوری اینا اومده بودن هشتگ زده من رفتن بودجهشو بگیرن اینا رفتن بودجه چهارشنبه سوری رو بگیرن گفتن این اتفاقات کار ما بوده اینا آقا من دادش من متوجه میشم ما توی ایران یعنی مثلا چهارشنبه سوری تو باید به ما بگی اکل سورنج بیاریم بزنیم تو سر هم دیگه ما خودمون نمیدونیم هر سال باید این کارا رو بکنیم ما هر سال نمیدونیم چهارشنبه سوری و خودمون آتیش بزنیم خب میدونیم ایرانی این حرفا رو میفهمه دیگه اینم تو رفتی بودجه گرفتی بابت خودت یعنی به نام خودت زدی اینم فیلمش هم اینم میتونی ببری بودجه بگیری چون دقیقا حرکت شماه شما هم پاهات ورده بودی تو آسمون داشتی چیز که اینا عدای شما رو دارن در این اعتمالا پیروان شما هستن در فلسطین حالتا من هنوز نتونستم کشف کنم که این مدل براندازی دقیقا چجوری میخواد نظامشون رو ساقط بکنه این اگه یکی میتونست رو توضیح بده من بسیار خوشحال شد بل... این یکی از فیلم ها و تصاویری که بشه در مورد توجه قرار گرفته تصاویر ویدیو از فلسطین اشغالی بسیار زیاده من دوست داشتم که همش رو فرصت میشد با هم دیگه مرور بکنیم فقط یه اشاره میکنم به کانال هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته از تصمیم شماری از افسران ارتش رژیم برای استفاده از ارتش در صورت تصویب طرح جنجالی استات غذایی خبر داده گفته این اتفاق میفته وضعیت متشنج و افسار گسیخته شده است و چنین جوی بر رژیم اشغالگر حاکم شده به تشدید شکاف و اختلاف و اعتراضات در ارتش منجر شده خود شما هم کلکل دارن وقتی میشن صحبت میکنن خب بعضی ها همراه هستن بسیاری همراه نیستن و این وضعیت در حال گسترش در میان نظامیان عادی و ذخیره است دیگر بخششون هم داره درگیر این مسئله میشه حالا گزارشی که در این خصوص داره بسیار مفصله فکر کنم اگر بخوایم بریم جلو دیگه طولانی میشه فرصت نمیکنیم که بقیه موارد رو با هم دیگه مرور بکنیم یه نکته رو باید خدمت دوستان عزیز عرض بکنم بسیاری از رفقای من شاید مثلا 6 ماه پیش تصورش اینو که آقا ما مثلا نزدیکای سال قرار چه اخباری رو با هم مرور کنیم چیا قرار گفته بشه احتمالا ناآرامی ها تو ایران بالا گرفته این یارو هم واق واق داره میکنه تو جنوب شرق کشور ما ار میکنه سود اینترنشنال هم هر جمعه پخش میکنه مو قراره اینا رو پخش کنیم جمع شد داستان ایران اصلا یه سرگرمی بود آمد و کمک کرد به جامعه ما آقا یک جایی باید پیرامون مسئله حجاب حاکمیت چیزهایی میدید که اینها کمک بکنه بشینه فکر بکنه یا مسئله هجاب رو کنار یا خودتو در نوع تبلیغ این چیزی که داری ارتقاش بده یا متحری داره درست میگه میگه این سلاح تهاجمی شما هست به تمدن برهنه که حرف غلطی نیست یا این مدل گشت ارشادی دفاع از حجاب داره درست میگه که من بعید میدونم این درست باشه اصلا این این هیچ سنخیتی با داشته های اعتقادی ما و داشته های ملی ما و فرهنگ ما نداره یه جایی باید سیستم اینو میفهمید که باید بشینی فکر بکنی از اگه حجاب خوبه باید درش هزینه بکنی وقت بذاری فسفر بسوزونی چجوری بخواد تبلیغش بکنی اگر هم خوب نیست جمعش کن باید این اتفاق میافتاد بعد یک جایی جامعه ما پیرامون این مسئله چون قوم و امثال فهمیده بودن روی این باید دو قطبی سازی بکنن یه جایی خود جامعه هم باید میفهمید که آقا از پوشش تام ممکن دو قطبی بکنن کشور ما لازم داشتیم همچین اتفاقی در کشورمون بیفته هرچند بسیار پرهزینه بود از این جهت که خب فضای کشور ما رو افکار عمومی رو خیلی ها رو درگیر کرد تمرکز ها رو از خیلی گرفت من تو حرف من اینجا کسی تصور میکرد 6 ماه پیش من تو روزهای پایانی سال آخرین برنامه بیام از فلسطین اشغالی برای شما بگم یا مثلا شما تصورتون با الان از ایران داریم صحبت میکنیم ماجرا برعکس شد ماجرا به شکلی و خدا رو شکر خیلی ها منافقین و نجاست زاده هایی که این وسط پنهان کردن خودشون رو شدند همه ای اون کسانی که داشتن زیر بازی میکردن رو شدن وسط بازی کن ها چه اون سلبریتی ها شکستن دیگه تو دهنی خوردن از دو طرف تو دهن من این خیلی خوشحال شدم یعنی وقتی می یکی وسط بازی میکنه هم اون تو دهنش میزنه هم این اینه ایرانی جماعت این شکلی تو دهنش بزنید ده هر کسی داره وسط بازی میکنه خب شش ماه پیش این اتفاقات افتاد حسنی هم برای ما داشت که یکی دو تا نبود بسیار زیاده ولی کسی تصور میکرد ما الان از فلسطین اشغالی بگیم از فرانسه بگیم از جاهای دیگر بگیم بالاخره ایرانی ها هم خدایی دارن ایرانی ها هم خدایی دارن کسی آتشی در ایران به پا بکنه صدر تا زیل سرزمینش درگیر آتش خواهد شد به شکلی که ما سال خودمون رو با حرف زدن درباره او تموم بکنیم و سال جدیدمون رو هم با حرف زدن درباره او آغاز بکنیم بریم جلوتر داستان های جالبی رو در سال جدید در منطقه خودمون شاهد خواهیم بود نکته دیگه ندارم اگر که نکته هست در قالب پیام برای یه درخواست میخوام بکنم از دوستان خودم به طور خلاصه دو روز آخر این ماه تبلیغات داشتیم خب همیشه ما تبلیغاتمون هم یه هفته ای بود دو روز تبلیغات داشتیم این یکی از اون دو روزه و خواهشم از دوستان حتما حمایت بکنید کمک بکنید بتونیم مستقل بدیم اگر مدل برنامه ای ما مدل اجرای ما و تلاشی که داریم میکنیم مورد پسند دوستان هست من خواهشم اینه که حتما ولو یک ریال حمایت داشته باشن نکته دیگه ندارم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر